بیننده های از تلویزیون جهانی آریانا، سلام، صبحتان بخیر. برنامه صبح زندگی بازم در خدمت شما هستیم، ما را همراه باشین. اما امروز متفاوتر آغاز کردیم. در آغاز برنامه در خدمت شما نبودم، بصیره جان تنها بود و یک بخش برنامه را بصیره جان تقدیم شما کرد. موضوع برنامه و مهمانانی که امروز در برنامه ماست، محدودیتی که امروز تازه آگاه شدیم کم ناراحت کننده بود که در کنار همکار خود نبودم. بصیره جان فقط تنهایی بخش برنامه را پیش میبره و من همچنان با بخش های برنامه شاید تنها باشم. آغاز صبح و امیدوارم صبح خوش را شما هم آغاز کرده باشین. مهمان گرامی داریم و موضوع خیلی اساس هم انتخاب کردیم در رابطه با گازات جهاز هاضمه و عرق زدن. جناب دکتر قیس نکزاد، دکتر متخصص داخل عمومی با ما هستن. سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدین. خیلی ممنون جمشید عزیز، عرض ادب و احترام دارم خدمت خودت، خدمت تمام دوستان و عزیزانی که بیننده و شنونده رادیو و تلویزیون آریانا هستند. امیدوار هستم که صبحتان با نشاط و آری از انرژی های منفی آغاز شده باشه دوست عزیزم. سپاس. اما ما در تلاش همی هستیم که صبح را همین گونه آغاز بکنیم. جملات منفی را کوشش کنیم زیاد استفاده نکنیم. نکاتی را که من اشاره کردم، چون بصیره جانم شما دیدین که تنهایی یک بخش برنامه را پیش برد و یک محدودیتی که پیش اومدم و من هم باید تنها پیش برم. امروز خوشحال هستم که پارتنرم شما هستی. یا توکل به خدا، توکل به خدا. سپاس. موضوعی که انتخاب کردیم شاید خیلی ها با می چالش ها و مشکلات ها باشن. بله. در رابطه با می گازات جهاز رسمی و احرق زدن، بیاین که یک مقدمه را آغاز بکنیم از این موضوع. دوست گرانرچ، یکی از جمله شکایات که بله، پای اکثر مریضا را به معاینه‌خانه دکتر سایبا می کشانه عبارت از گازات جهاز هاضمه هست که از لحاظ طبابتی را به نام گسترو انتستینال گاز میگن، یعنی گازاتی که یا در معده است و یا که در روده هاست. بله. درست؟ آها. هرگاهی که به اساس هر علت، وقتی من هر علت میگم یعنی چه؟ یا ما زیاد گاز قرط میکنیم، یا ای که خروج گاز به مشکل مواجه میباشه، و یا ای که در جهاز هاضمه ما از حالت نرمال گاز بیشتر تولید میشه. به اساس هر علتی که باشه ما امکان داره که سه تشوش را تجربه بکنیم، سه مشکل را تجربه بکنیم. یک نفر زیاد عرق میزنه. بله. بعضی کسا امکان داره که به طور مثال زیاد باد خارج بکنن. و بعضی کسا امکان داره که دو پروسه پیششان واقع نشه و گازات بیش از حد در جهاز هاضمه تجمع بکنه و در سیر از این مریض توسعی بطن، ناراحتی در شکم و پیش برآمدگی در شکم را تجربه بکنه. درست؟ بله. نرمالا نظر به معاینات تصویربرداری که صورت گرفته، در جهاز هاضمه یک فرد در حالت نرمال تقریبا در حدود 100 الی 200 میلی لیتر گاز موجود هست. هر کسی را داره که از این جمله در حدود 20 الی 30 میلی لیترش در معده است، در حدود به طور مثال 20 الی 30 میلی لیترش در روده کوچک است و قسمت باقی ماندهش در روده بزرگ است. بعض فاکتورها سبب میشه که نمی تجمع گازات از حالت نرمالش زیاد شود و وقتی که زیاد شد، یا خروج باد متکرر پیش یک فرد ایجاد میشه، یا خروج به طور مثال گازات از طریق دهن پیش یک فرد ایجاد میشه که بعض اوقات امکان داره مترافق با تنفس ناخوشایند یا بوی بد دهان باشه و بعض اوقات امکان داره که فرد در سیر از این یک توسع پیش برآمدگی، ناراحتی و گرفتگی را در شکم خود تجربه بکنه. چقدر خطر ساز است؟ هیچ کدام از این خطر ساز نیست. نیست. مهمی از دوست گران ارجم که در سیر کدام مرض ایجاد شده. اندرلاین کاز بسیار مهم هست. صحیح؟ بله. چه علت سبب شده که پیش برآمدگی شکم پیش یک فرد ایجاد شده؟ آیا واقعا گاز است؟ آیا واقعا به طور مثال از باعث تجمع گازات بیش از حد است؟ یادتان باشه که هر پیش برآمدگی شکم ناشی از تجمع گازات نیست. بعض اوقات یک زن حامله پیش برآمدگی شکم پیدا میکنه، یک کسی که مثلا در شکمش آب جمع شده باشه پیش برآمدگی شکم پیدا میکنه، کسی که کتلات در داخل شکم خود داشته باشه پیش برآمدگی شکم پیدا میکنه، افراد اشخاصی که قبضیت می داشته باشن پیش برآمدگی شکم پیدا میکنه، بعض افرادی که مثلا نفخ و باد در جهاز هاضمهشون بیشتر تولید میشه پیش برآمدگی شکم پیدا میکنه. پس یادتون باشه که هر کس شکمش پیش برآمد ضرور نیست که حتما از خاطر گاز باشه و در نمیجاست که ما بعض اوقات گل میخوریم.
یعنی خود بازی میتیم. مریض میبینی که در شکمش آب جمع شده، میگه هیچ گپی نیست، یک کمک از خاطر گازات دمش کرده یا گازات در حالی که در اصل میبینی که آب جمع شده، مایع جمع شده. بنابراین مهمی است که اول چه سبب شده که شکم ما پیش برایه، دوم آیا پیش برآمدگی شکم واقعا گاز هست و اگر گاز است چرا زیاد ما اواقرت میکنیم، خروج باد مشکل داره، یا ای که بعض غذایی میگیریم که خودش مولد نفخ باد است، باد را زیاد میکنه. دقیق. بعض اوقات که همچون واقعیات رخ میده چی کار باید بکنه؟ خب فرد اول منظور تانتمن است آرق زدن است. خب یا باد خارج شدن یا آرق زدن، هر دو ما پس علیده هست. مشخصا اگر ما در مورد آرق زدن صحبت بکنیم، اول چرا یک نفر آرق میزنه؟ این بسیار مهم است احمدی عزیز، این بسیار مهم هست که چرا یک فرد آرق میزنم. آرق نرمالا یک عکس است. نرمالا وقتی که جمشید جان خودت نان را نوش جان میکنی، با هر لقمه غذایی در حدود 2 الی 5 میلی لیتر گاز هم داخل میکنی. این را به نام ایروفاجیا میگن، یعنی بله هوا، گازات کردن هوا. بله، از طریق مواد غذایی یا مثلا از هوا با هر لقمه 2 الی 5 میلی لیتر گاز داخل میشه. خب این گازات یا در قسمت پایانی گلو اقامت گزین میشه، یا ای که پایان میره در داخل به معده میشه. صحیح؟ آرق اگر کس هست، نرمالا هر فرد امکان داره که خصوصا بعد از گرفتن غذا یک مرتبه دو مرتبه در روز یه حالت را تجربه بکنه، و یک کس هست گازاتی که در اینجا باقی مانده و بعض گازاتی که بیش از حد در پایان تجمع کرده با استفاده از فعل آرق به بیرون خارج میشه، و این امکان داره که ارادی و امکان داره که غیر ارادی باشه. بعض اوقات اگر کس هست ناخواسته یک دفعه، مثلا مثل که یک کس به شکل مثلا ناخواسته چشمش پرش پیدا میکنه، و بعض اوقات ما خود ما چشم خود پرش میدیم، ارادی غیر ارادی. آرق زدن هم امکان داره که هم اگر کسی ارادی باشه و هم امکان داره که غیر ارادی باشه. وقتی که گازات زیاد ما قرط کردیم، چه وقت ما زیاد گاز قرط میکنیم؟ هرگاهی که ما ساجق بجویم، هرگاهی که ما نوشابه گازدار بگیریم، هرگاهی که ما دندانای مصنوعی داشته باشیم، هرگاهی که ما در جریان مثلا خواب از دهن خود تنفس بکنیم، هرگاهی که ما به تن سال وزن زیاد داشته باشیم، هرگاهی که ما در یک مجلس قرار میگیریم نارام هستیم، تیز تیز نان خورده میریم، بله، غذا داغ داغ قرط کرده میریم، و یا که به تن سال از نوشابه و غذاهای کانسر رو استفاده میکنیم. خطرساز است؟ اینا همه سبب میشه که بله هوا زیاد شود. زیاد هوا را ما قرط کنیم، یعنی در هر لقمه خود بیشتر از 5 میلی لیتر گاز را مثلا قرط بکنیم. خب وقتی که قرط کردیم، آستاستی گازا میاد میده، میده را توسو میکنه، میده کلان میشه. وقتی که میده بهتر مثال کلان شد، دان میده خود آواز میکنه، به خاطر آرق خارج میشه، اسید بالا میه، و بعض اوقات امکان داره پیش افراد اشخاص بوی بد دهن به وجود بیاید. پس به خاطر که اینمی امر پیش ما نشه، آستا باید نان بخوریم، سیگارت را بند کنیم، جویدن ساجق را محدود بسازیم، نوشابه گازدار استفاده نکنیم، بعض غذایی که کنسر شده است از جا باید استفاده نشه، و در حالتایی که ما استراب داریم، استرس داریم، ناراحت هستیم، کوشش کنیم که غذا نگیریم. چون وقت ما تیز تیز میخوریم، چاق میشیم، از غذا لذت نمیبریم، بجز از اینکه وزن ما زیاد شوه و خوراک ناسالم داشته باشیم. از طریق کسایی که تنفس میکنن در هوا فضای باز، این هم گازات وارد میده؟ در وقت ما وقتی که مثلا فعل نرمال تنفسی است که هوا باید از بینی گرفته شود و از دهن خارج شود، از بینی گرفته شود از دهن خارج شود، بله، تنفس نرمالی نیست. ولی بعض افراد اشخاصه که تنفس به شکل نادرست میکنن و هوا را از طریق دان میگیرن، امکان داره اینا مقدار ایروفاجیا را تجربه کنن. ولی یادتون باشه که ما اپیگلوتوس داریم، زبانچه داریم، بله. وقتی که مثلا ما تنفس میکنیم قرط نمیتونیم، و وقتی که قرط میکنیم تنفس نمیتونیم. زبانچه است، اتومات قدرت پروردگار، که مثلا وقتی که نان میخوری رای تنفس توقف میکنه، به خاطر که محتوایی که میگیری نشه که در ششت بره. اگر آن غذایی را که ما میگیریم وارد طرق تنفسی ما شوی، را بنام اسپایریشن میگه، 5 دقیقه آدم جای در جای میکنه. شما دیده باشین مثلا طفلک قرار در یک بغل مادرش مندازه، یک چیز او میخوره، او مثلا در طرق تنفسیش در آمد، در 5 دقیقه طفل مثلا سال اسفیکسیا میته، مثل کس خفک کرده باشه، رای تنفسی بند میشه دوست من. و بعض بهتر مثال وقتی که یک نفر فکر کنین نفس میکشه، غذا را بلکده نمیتونه، یا در یک وقت رای تنفس باز میباشه یا رای بل آواز میباشه، دروازه است، بله. متوجه هستی؟ دقیق. یکیش که مثلا کارش تمام شد، بعد از او باز کار سیستم دیگه
شروع میشه جمشید عزیز. خیلی عالی. بعضی کسا در حالت غذا خوردن است، بله. یا سرفه های پیهم، بله. یا ایست که میگن در گلونش پرید، بله. یک غذا میرد مگذره از گلوش مگذره، این چقدر خطر ساز خواهد بود؟ بله، این وقت است که یک فرد یا در حالت استرس بار غذا میگیره، یا وارخطا میباشه، یا غذا را تیز تیز بلا میکنه، یا در جریان مثلا بلا کردن گپ میزنه، یکی اکسل تشوشات در عضلات مثلا بل اومش موجود میباشه. در غیر از او، ما اگر ریلکس نان بخوریم، راحت نان بخوریم، به حوصله نان بخوریم، خوب غذا را بجویم، در جریان مثلا غذا خوردن زیاد صحبت نکنیم، امکان داره شاید این چنین چیزی نباشیم. باز تفسیری وجود داره، میگه فلانی را کسی یاد کرد باز در پشتش میزنن. اگرچه لحاظ طبابت مثلا یاد کردن و یاد نکردن زیاد منطق طبی نداره. خب سر گازات جهاز عصبی یا رخ زدن، باد خارج کردن، برای پیشگیریش، تداویش چیز لازم است. خب حالا بس با سوال میشه که فقط یک آرق مقتی یک نفر تجربه میکنه یا اینکه آرق مزمن را. بعض اوقات مریضای به ماینخانه مراجعه میکنه که اگر در 5 دقیقه میره وزیت میکنم شاید مثلا بیشتر از 20 آرق را خارج بکنه. بله. میگی در اختیار من نیست. باغ 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 آرق زده میره. و بدون شکی از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اخلاقی برای یک فرد چالش را ایجاد میکنه. بعض فرهنگ هاست که سخت متضاد از عادت هستند. بله. خصوصا در بعض کشورهایی که مثلا در جوارای ما شما هست، در بعض کشورها خصوصا در پاکستان سخت از این موضوع. پاکستان خودشان زیاد شاید مثلا این عمل را اجرا بکنن، خصوصا در کشور ایران. در ایران خیلی زیاد حساسیت به قبال از این وجود داره. بله. در این دو پاکستان ما تا جایی که مثلا دیدیم زیاد خودشون باغ باغ آرق میزنن. گپ در سر چی است؟ گپ در این است که اگر آرق زدن به شکل کوتاه مدت پیش یک فرد احمدی عزیز ایجاد شود هیچ گپی نیست، ولی اگر آرق زدن به شکل متکرر پیش فرد ایجاد شد باید پالیده شود دوست. که در پالی آرق زدن مریض دیگه چی شکایت داره؟ مثلا نانه که قرط میکنه اینجا بند میمانه، اشتهش خراب شده، وزن کم کرده، ایصالات یا قبضیت داره نداره، از مواد غایطه یا از استفراغ از امی آدم خون میاد یا نه، دلبدی و استفراغ داره نداره، روانش چطور هست؟ صحیح؟ اگر اعراض و شکایات مترافقی دیگه در نزد این چنین فردی موجود میباشه، ایوالویشن نیاز داره. از یک ماینه به طرح مثال اندوسکوپی شروع، تا به طرح مثال گرفتن عکس، تا به مثلا ماینات مدفوع مواد غایطه، تا به تصویر برداری ها از قفس سینه و از جهاز هاضمه. ولی اگر فقط تنها و یگانه شکایتش آرق متکرر هست، این هیچ ایوالویشن ضرورت نداره. آرقای متکرر اکثرا یک تشوش روحی و روانی است، یک تشوش رفتاری است. کسی هست عادت داره که ازیج خود موی میکنه. بله. صحیح؟ بله. هیر پولینگ دیساردر. کسی هست که ترنسفر ناخون نخوره. نایل بایتینگ دیساردر. یا مثلا تشوش کش کردن موی. تشوش جویدن ناخون. اینا همه اختلالات رفتاری است. کسی هست که انگشت خود مثلا تو پلک کردن خود ترکی عادت کرد چوشیدن میره. بله. کلان که میشه بخیم کامل دست دادان درو میکنه. این همه چی هست؟ تشوشات رفتاری است. مغز پروگرام شده. این از اطفال هم شروع؟ بله. بعض از این افراد میشانه امی میکانز ما آرقه برش توضیح میتی که بیادر تو وقتی که تیز تیز نان میخوری باد در شکمت زیاد میشه و در پلی ازو به طرح مثال دان میده تواز میمانه، از الات اجاب آجز دیافراگیم که میگینی تقلص میکنه دان میده رو واز میکنه و باد از میده میه بالا، نه خطرناک است، نه قابل تشویش است، نه میکشید و نه به طرح مثال در سر مرض جدی ایجاد شد. اما درمان تداوی داره؟ برازی اطمینان داده میشه. میکانزم مرض تشریح میشه. بله. و اگر به طرح مثال بازم حل نشد مریض به طور مثال گفته میشه که نزن آرق، این اختیار توست، عکس العمل غیر ارادی نیست، نزن. برای مریض گفته میشه که نوشابه گازدار نگی، قسمی که پیشتر اشاره کردم. بله. نوشابه انرژیزا نگی، تیز تیز نان نخو، در وقتی که ناران بودی نان نخو، غذا را داغ داغ قرط نکو دوستم، ساجق نجو، در پلی سیگرت تبن کو. خب بیام اگر چاره شد خوب که نشد، مریض به روان درمان و به طور مثال به رفتار درمانی رجعت داده میشه تا اینکه همین تغییرات در وجودش ایجاد شود و برش توضیح داده میشه که هر وقتی به شکل متکرر ایجاد شد یک دانه پنسل بگیره در بین دو دانه دندان خود بانه و یک 4-5 دقیقه تا اینکه مغز عادتی که نادرست گرفته او را پس دوباره اصلاح بکنه. و اگر این مترافق با اختلالات استراب بود، مترافق با اختلالات افسردگی بود، مترافق با بطر بسال تشوشهای رفتاری دیگی بود، بعض دواهای سایکوتراپیک یا دواهایی که در مغز انسان تاثیر میکنه و استراب، افسردگی، استرس، ناراحتی ها را کنترل میکنه برای مریضا داده میشه تا اینکه هم اصل تداوی شوه و هم فرع.
چقدر خوب. نکته که شما اشاره کردین جدا از اینکه گازات معده عرق زدن، خارج شدن بادها، این چگونه درمان و تداوی داره؟ این هم برمیگرده به مو گازات معده که داره، درمان از او هم باز جمشید جان که از کل گپ کرده مهم گلک جیب مجور کنم که باز بیادر خند مورد مؤاخذه قرار میگیرم. زن مرا میگه که بیادر ما کل چیز تا منظم جور کرده بودیم، چرا این منظم بود؟ بله اگر در برنامه کات چیشتا بودی لایس چیشتا بودی، ما خود ما یک سوپروایزر داریم نظارت کننده. خب در مورد خروج باد، بله، هر انسان دوست من در 24 ساعت 750 سی سی هوا را باید خارج کنه. به به. و در پهلوی از او هر انسان اجازه داره که در 24 ساعت 15 الی 20 باد خارج بکنه. یک پروسه فیزیولوژیک است. نرمال هست دوستم. که نکنه خب طبیعی است که شکم توسعه میکنه. در این ساحه به طور مثال باد جمع میشه، ناراحتی بطن پیش فرد ایجاد میشه. یعنی خروج 500 الی 700 سی سی گاز و در پلی از او 15 الی 20 مرتبه خروج باد یک پروسه فیزیولوژیک نرمال در پیش هر فرد دوست این فیزیولوژی هست. صحیح است نه؟ و یک امر معمول هست دوست گران عزیزم. خیلی از این بدبر هستن جناب. نه 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 بدبر هستن دوست عزیزم و روزمره بیشترین مراجعینه که در افغانستان ما در ماینه خانه خود سه گروپ مریضا را بیشتر مثلا شاید هستن که مراجعه میکنن یا از خاطر مشکلات جنسی بسیار ما شما با اکثر مردم بسیار تو تمایلات به موضوعات جنسی دارید. 100% این یک حقیقت انکار ناپذیر هست. دوم کسایی که مثلا مشکلات جهاز هاضمه داره، یک وقت ما خنده گرفتی تا خنده تسرکوب نکو، خنده رو بگذار که با آسمان ها برم. یک وقت در فاکولته ما کنفرانس میدادم در مورد گازات بویناک جهاز هاضمه. صحیح؟ بله. تمام کسایی که محصلین بودن و هم قطارای ما بود در مورد از این موضوع قرر خنده میکردن و روز شد که خودشان دکتر به خاطر از این مشکل پیش ما در ماینه خانه آمدن. صحیح؟ بله. بنابرای یکی موضوعات جنسی، تشوشات جهاز هاضمه و اختلالات روحی و روانی، بله، سه قضیه معمول را در افغانستان از لحاظ کلینیک تشکیل می دهد. بی برای خودت شاید بسیار خنداور باشه، ولی برای بعضی کسا چنان چالش اجتماعی را ایجاد میکنه که از این سخت به تکلیف هستند. دیروز ما 4-5 مثلا مریض داشتم که فقط علت مراجعهش در ماینه خانه گازات بیش از حد جهاز هاضمه، بله، عرق متکرر و خروج بیش از حد باد بود. صحیح است نه؟ باز کدام مدیر پیشنهاد کرده؟ راهکار دارم. بسیار مهم است که چه سبب شده که در جهاز هاضمه یک فرد گازات بیش از حد تجمع کنه. دوست عزیزم برنامه سگانه یک شوخی هم رایت می داشتم، فقط یک شوخی از ما بدن سرکوبش میکنیم. خیلی خوب اینا بیدی که امو تشوش نارامی صوبانه که قریب به تو به ما ایجاد کنی ما او را به خنده برات تبدیل کردم. به توجه است بنابراین موضوع چی بوده که چی پیشنهاد شده؟ رای حل مهم هست، رای حل خیلی مهم هست که چه سبب شده که تجمع گازات در جهاز هاضمه یک فرد زیاد شده. آیا غذاهای مولد و نفخ میگیره؟ تخلیه مایع مشکل داره؟ تولید گازات در داخل روده زیاد است؟ زیاد مریض هوا را بله میکنه؟ قبضیت متکرر داره؟ جذب مشکل داره؟ ناراحتی عصبی داره؟ عامل تثبیت و برایت از او اهتمامات غیر دوایی، اصلاحات رفتاری و بعض دواها توصیه میشه. سپاسگزار هستم. خیلی موضوع مهم که واقعا خیلی از هموطنان ما به مشکلات مواجه میشن. غذایی که میگیرن یا نمیفهمن نمیدونن، بعضی خصوص خیلی ها میگن یک نوشابه رو بخور کلش هضم کنه برطرف کنم. در حالی که گپ خراب کرده رئیس. گپ خراب کرده. و لحظاتم که خیلی خوش گذشت دکتر، سپاسگزارم که اومدین دعوت ما رو پذیرفتین. ان شاءالله که بازم برنامه بعدی شما را می داشته باشیم. ای ادامه داره دکتر صاحب یا میریم سر موضوع بعدیش؟ باز بخیر. توکل به خدا، یار زنده و صحبت باقی و پرخنده بمانی. سپاس از شما. سلامت دوستم. بخیر. سلامت باشین. سپاس امتنان از شما ایزا که این بخش برنامه را بیننده بودین. با صحبت های جناب دکتر صاحب قیس نکزاد، دکتر متخصص داخلی عمومی که همیشه وقت شما در دنیای مجازی هم تعقیب میکنین که موضوعات خوب را اشاره میکنه و خیلی هم دوست دارن که مراجعه بکنن پیش دکتر صاحب و زودتر به خاطر هر امراض تداوی پیشگیری وقایه بکنن. و فعلا هم همکار خوب ما حفیظ امیری در سطح شهر کابل. خب حفیظ امیری را هم می داشته باشیم در سطح شهر کابل، گزارشش فعلا هم وقفه، زود برمیگرد.